واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که بینندگان گرامی، در روز پنج شنبه هفتم دسامبر برابر با 16 آذر ماه در خدمت شما بینندگان گرامی هستیم با ادامه مباحثی که پیشتر طرح کردیم. در اینجا نیاز هست نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، هرچند در اولین برنامه سعی کردیم این مطالب رو عرض کنیم، حالا بد هم نیست یک دوره‌ای بشه برای اینکه عزیزانی که بعضن برنامه‌های ما رو تماشا می‌کنن بدانن هدف این برنامه اساساً چیست، عنوان این برنامه چیست، به دنبال چه می‌گرده. ما در نوبت اول عرض کردیم هدف از بازشناسی باورها این است که یک بار آن مؤلفه‌هایی که نزد ما بدیهی‌اند اون باورها رو درست میدونیم، چه در حوزه دیانت، چه در حوزه سیاست، چه در زمینه‌های فرهنگی سنتی، یک بار مورد بازشناسی قرار بدیم که آیا این باورها صادقند، این باورها کارا هستند، ره به درستی دارند. برای اینکه نشان بدیم مطلوبند، درستند، حقیقتند، با واقع منطبقند، یک هدفی رو هم در نظر گرفتیم. نقد نسبت به یک ارزش یا یک مؤلفه برای یک هدفی صورت میگیره. هدف چیست؟ در درجه اول عقلانیت، یعنی هرچه باورهای ما عقلانی بشه از میزان خرافات کاسته خواهد شد. دومین مؤلفه حقوق بشره، جایی که یگانه میثاقی است که همه انسان‌ها رو در کنار هم به رسمیت می‌شناسه. سنت‌ها، فرهنگ‌ها، ادیان، در حوزه سیاست ایدئولوژی‌ها، گفتمان‌ها اگر منطبق باشند با این مؤلفه‌ها، خب ما از اون دفاع می‌کنیم. اگر منطبق نباشند، خب مورد نقد قرار می‌گیره. سومین مؤلفه که برای ما اهمیت داره دموکراسی است، جایی که انسان‌ها حاکم بر سرنوشت خودشون خواهند. و نکته دیگر سکولاریسم، یعنی جایی که حوزه عرف از حوزه ماورایی و الهیاتی جدا میشه. ما به این دلیل از این چهار مؤلفه دفاع میکنیم که معتقدیم کارایی خود رو در طول این سالها نشان داده. یعنی اگر عزیزی معتقد هست که عقلانیت فایده ای نداره، دموکراسی فایده ای نداره، نادرسته، اگر حقوق بشر به پشیزی نمیارزه، اگر سکولاریسم نمیخواهیم، بعضا هم اگر حکومت دینی شد خوب شد، طبیعی است که دیدگاه اون عزیزان رو هم میشنویم، عدلشون رو میسنجیم و گفتگو خواهیم کرد. تمام سعی و اهتمام ما در این فضا این است. لذا اگر هر کدام از این مبانی که از دل اون حقوق، حکومت، ارزش ها بیرون میان منطبق باشند با اون ادله‌ای که اقامه میکنند، خب میتونن ماندگار باشن. اگر هزار سلیمانی امیری هم بنشینه نقد بکنه یک ایدئولوژی رو، یک گفتمانی رو، یک دینی رو که بر عقلانیت متکی است، بر حقوق بشر متکی است، اون دین، اون سنت، اون باور و فرهنگ در جای خودش خواهد ماند. و اگر این باورها منطبق با استدلال نباشه، نشه براشون اقامه دلیل کرد، کاراییشو نشه نشون داد، اگر یک حوزه علمیه هم باشن با هزاران مرجع تقلید، با پول نفت، با دستگاه‌های تبلیغاتی، باز هم کارایی نخواهد داشت. دلیل دینگوریزی در جوامع نه تنها ایران بلکه در اروپا هم همینه. اینکه آمارهای منتشر میشه که من اخیراً دیدم در آلمان هم آمارهایی منتشر شد که اشتیاق مردم به کلیسا کم شده. اونها که حکومت جمهوری اسلامی ندارن که دینگوریز باشه. و چه چیزی سبب شده؟
به این دلیل که دیگه باورهای دینی منطبق با اون کارایی نیستن. مردم نیازهای خودشون رو از گفتمان دیگر، از زمینه دیگر و از ارزشهای دیگه اخذ میکنن. دیگه به دنبال نحوه زیستن عیسی نیستن، نحوه زیستن پیامبر اسلام رو قبول ندارن. بنابراین مسئله بر سر این نیست که چه مؤلفه‌ای دارای احترام است. مهم این است که کدام مؤلفه توان پایداری در برابر نقد رو داره. این نقد در دو حوزه قابل بحثه. یکیش حوزه نظری است، جایی که استدلال اقامه میشه، و دیگری حوزه عمله، جایی که کارایی خودش رو نشان میده. بسیاری از ایدئولوژی ها بر روی کاغذ بسیار زیبا هستن، اما زمانی که به اجرا در میان کارایی خودشون نشون نمیده. اندیشه های مارکس بر روی کاغذ بسیار زیباست، اما وقتی به عرصه جامعه میرسه فاجعه بار. بنابراین از دو منظر تئوریک و عملی یا اون نگاه پرگماتیستی باید یک باوری قابل دفاع باشه. حالا اگر مدافعان این نوع ایدئولوژی ها به جای دلیل شروع بکنن به بهتان زدن، ما احساسات که آقا به مقدسات ما توهین شد، به سنت ما بی احترامی شد، کار حل نخواهد شد. امروز بسیاری از مردم به دنبال دلیل میگردن. نسل جوان نسلی است که دیگه اون اتوریته ها رو کنار گذاشته. خوشبختانه با فعالیت فعالان عرصه روشنگری دیگر یک لباس آخوند اتوریته نداره، دیگه عنوان آیت الله اتوریته نمیاره، دیگر قال صادق و قال باقر محلی از اعراب نداره، مگر اینکه شما برای یک جوان توضیح بدید چرا نحوه زیست دینی مطلوبه. پس هدف بازشناسی باورها در این راست است. جامعه‌ای که عقلانی نشده، انسانهایی که عقلانی نشدن، هنوز نگاهشون مبتنی بر احساسات و امید، امید به منجی، یه امام زمانی قرار ظهور بکنه، امیدواریم. و اگر شما بگید سرنوشت خودتون رو خودت به عهده بگیر، اگر میخواید هر جمعه منتظر ظهور آقا بمانی، ایشان نخواهد آمد. اگر حکومت ظلمی وجود داره در برابرش بیست، منتظر نباش کسی از سردابه سامر را بیرون. اگر دچار فقر اقتصادی هستید، یک نگاه بندازید که از کدوم برنامه های نادرست اقتصادی استفاده کردیم، بهره بردیم و عواقبش رو میچشیم، یا کدوم ایدئولوژی رو پذیرفتیم. نگاه ما نگاه قبیله ایست، یعنی اگر هرچه خودمان داریم یا افرادی از طیف ما انجام میدن نیاز به دلیل نداره، درسته. حتی اگر هم غلط بود باید ازش حمایت کنیم، دشمن شاد نکنیم. در حالی که در این دشمن شادی دشمن واقعی خودمان هستیم و نسل‌های بعدی ما، به دلیل اینکه باید جلوی خطا رو هر زمان گرفت. اگر کودکتون در مرعا و منظر عموم دست به خطا میزنه، باید همونجا بهش تذکر بدید. و اگر کودکتون بگه بابا من رو دشمن شاد نکن، امر خلاف واقعه. این نگاه قبیله ایست. در حوزه نقد و نظر دشمن شاد کن نداریم، بلکه باورها به نقد کشیده میشن برای بهسازی. توهین به هیچ عقیده‌ای هم وجود نداره. نقد خراب میکنه و به جاش هم میسازه. در بحث پیشین از منظر سیاستمدار حرفه‌ای و تفننی ذیل عنوان ورشکستگی به تقصیر بودیم، یعنی جایی که باورها و عقاید رو بررسی می‌کردیم ببینیم آیا این باورها و عقاید که معتقد بودیم اگر کارایی خودشون رو نشان ندن ورشکسته خواهند شد. به بحثی رسیدیم در حوزه مسائل سیاسی و مشروعیت. این بحث رو پی گرفتیم در مورد سیاستمدار حرفه‌ای و تفننی از سخنرانی مکس وبر. رسیدیم به بحث رساله ای از آقای تاماس پین در حوزه مربوط به مشروعیت، جایی که یکی از رساله های دوران سازی که امروز ایالات متحده مرهون همان اندیشه هاست، سعی میکنه یک نظام سیاسی رو به چالش بگیره.
مبانی اون رو مورد پرسش قرار میده. ادعی هم سعی کردن دفاع بکنه. ادموند برک یکی از اونها بود، سعی کرد دفاع بکنه از وضعیت نظام سیاسی انگلستان، که البته بعدها تاماس پین در رساله حقوق انسانی یا حقوق بشر سعی میکنه پاسخی بده به نقدهای ادموند برک. خب ما رساله عقل سلیم رو آغاز کردیم، به اینجا رسیدیم که تاماس پین قصد داره نشان بده که این مشروعیت، یعنی آنچه که انسان در درون جامعه با رضایت و میل خودش به اون تن میده، اون اتوریته هایی هستن که یک شخص، یک طبقه، یک ساختار یا یک نهاد داره. یک شخص میتونه امام باشه، یه پادشاه باشه. یک طبقه میتونه روحانیت باشه یا اشراف باشه. یک ساختار میتونه اون نظام طبقاتی اجتماعی باشه و نهاد میتونه قانون اساسی باشه، میتونه قوانین موضوعی باشه. بنابراین چهار مؤلفه‌ای که من عرض کردم در اینجاها خلاصه میشه. یعنی ما چطور تن میدیم که این ارزش خوبه، این قانون خوبه، در برابر قانون مطیع هستیم. قانون یک مسئله نیست که عیناً جلوی ما حاضر باشه، یک مفهوم اعتباری است. اگه من از چراغ قرمز عبور میکنم، قانونی وجود نداره دست منو بگیره. اما چرا من حتی اگر پلیس هم نباشه وقتی میبینم چراغ قرمز میستم؟ این مشروعیت اون قانون، مشروعیت لباس پلیسی است که ممکنه چند انسانی دارای قوه بدنی بالا رو هم دستگیر کنه و ببره و اونا مقاومت نکنه. ساختارها هستن که انسان رو به نحوی تن میدهد به اینکه آقا من کارگرم، باید تو این طبقه بمانم. من نجارم، باید تو این طبقه بمانم. من اشرافم، اعیانم، ویژگی های من باید متفاوت باشه. بنابراین بسیار اهمیت داره بحث مشروعیت. تاماس پین ادامه میده بحث رو و ما هم پی میگیریم. پیرامون اون هم اگر نیازی باشه نکاتی رو و خوشحالم خواهیم شد البته اگر منتقدانی نقطه نظراتی هم دارن. خب آقای تاماس پین اشاره میکنه: چنین گمان میرود که نسل حاضر پادشاهان در جهان منشأ افتخارآمیزی دارند، در حالی که به احتمال قوی اگر بتوانیم تاریکی های دوران کهن را کنار بزنیم و سلسله آنان را تا سرسلسله آنها دنبال کنیم، یعنی بریم اولین نفر از یک سلسله را پیدا بکنیم که پادشاه اول بوده، حاکم اول بود، در خواهیم یافت که سرسلسله کسی بغیر از سرکرده دسته راهزن نیست که با وحشیگری یا حقبازی در بین غارتگران هم انان به مقام سردستگی رسیده است. یعنی بحثش اینی که اونها با زور و غلبه این کار رو کرد. بعد هم اشاره میکنه به این خلفا و جانشینان محمد. حالا بحث بر سر اینه که آیا تاماس پین درست میگه یا داره سیاه نمایی میکنه یا داره خاندانهای پادشاهی رو تخریب میکنه، پادشاه ستیزی میکنه، یعنی که اخیراً باب شده برای جلوگیری از نقد اسلام ستیزی میکنن. میگیم آقا ما آیه قرآن میخونیم، میگه نه اسلام ستیزی، اینها آیات وحشت، مردم رو به وحشت میندازه، نخون. میگیم روایت میخونیم، میگن نه خیر، شما دارید مذهب ستیزی میکنید. آیا تاماس پین هم حرفی که میزنه متقنه، مستدله، یا یکی از خودش چیزی میگه؟ آی منکر اولسون یکی از نظریه پردازان در حوزه اقتصاد سیاسی است. یه حاله‌ای داره استبداد، مردم سالاری و توسعه. سعی میکنه در اونجا نکاتی رو توضیح بده که حالا من عرض کنم. اجازه بدید من قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشم، برای کنم یه کمی توضیح بدیم در مورد این بحثی که آیه پین میکنه. خب پین در فرهنگ غرب زندگی میکنه، بنابراین او به غیر از پادشاهان گروه دیگری رو ندیده. اما ما ایرانیان گروه دیگری هم دیدیم. اون کسانی بودند که در قامت خلفا به مملکت ما حمله کردند. نه به سرزمین ما، به سرزمین‌های دیگری مثل یمن، مصر، شامات و تا فرانسه هم رفتند. و اون خلفای مسلمان بودند.
یعنی جایی که اگر ما نگاه بکنیم اون چی که مسلمانان از مجد و عظمت عمر ابن خطاب ذکر میکنن، حالا به خصوص اهل سنت، بر پایه اینه که عمر برای چی محبوبه نزد مسلمانان اهل سنت، چرا اینقدر او برجسته است. اگر در تاریخ اسلام نگاه بکنید، عمر برجستگی های فقهی نداره، آدم معمولی است، در امر نظامی داره قدرت نیست، کما اینکه در جنگ احد فرار کرد. یکی از کسانی نیست که از جمله ویژگی ها و خصایصش، برجستگی هاش، نزدیکی به پیامبر اسلام باشه از نظر نسب. البته از نظر سبب بله، چون حفصه دختر او، دختر پیامبر، یعنی همسر پیامبر. اما چرا عمر اینقدر برجسته است؟ مهمترین دلیل برجستگیش فتوحات اسلامی در زمان اونه، یعنی جایی که او سعی میکنه اسلام رو از شبه جزیره عربستان به سمت جاهای دیگه ببره. ما در گذشته وقتی با دوستان مسلمان بحث میکردیم، دقیقا با همین نوع مغالطات روبرو بودیم. یعنی میگفتیم آقا پذیرش اسلام در ایران آیا با رغبت بوده؟ یعنی شما افرادی رو فرستادید به عنوان مبلغ و مردم هم دیدن که بله چه انسانهای خوبی، با استدلال سخن میگن، منطقی حرف میزنن، انسانهایی هستن که جامعه خودشون رو آباد کردن، آزاد کردن، آزادی های مشروع به ما میدن. آیا واقعا اینها رو فرستادید یا کسانی که به سرزمین های دیگر فرستادید جهادگران بودن؟ ما وقتی تاریخ رو ورق میزنیم نام مبلغ نمیبینیم که کسی فرستاده باشه مردم محو استدلال او شده باشه، محو ادله او شده باشه، بگم ببینید ما مکه و مدینه رو چه آباد کردیم، پس اگر این پادشاهان ساسانی مملکت شما رو خراب کردن، بدید دست ما، ما آبادش میکنیم، یا ارزش های ما به قدری خوبه که میتونه برای مملکت شما خوب باشه، مثل چیزی که امروز در غرب میبینیم. غربی ها نشون میدن که آقا بفرمایید مملکت ماست، با حقوق بشر و ارزش های مدرن خوب شده، با برنامه های توسعه ای که ما داشتیم مملکت رو به رفاه رفته، حالا شما هم اجرایی بکنید. در قالب سازمان های مختلف، تشکیلات مختلف برنامه های خودشون رو ارائه میکنن، کشورهای دیگه هم میپذیرن. خیلی از کشورهای جهان سوم که وارد فاز توسعه شدن به کمک طرح‌ها و برنامه های غربی ها بوده، حداقل اونا چیزی دارن که ما میتونیم ببینیم و هم نتایجش رو بسنجیم. آیا ورود اسلام به ایران این گونه بوده؟ میبینیم خیر. اگر چه نام میبینیم، شمشیرکشان و غارتگران اموال مردم، از خالد ابن ولید و مصنع ابن حارثه شیبانی و سعد ابن ابی وقاص و حجر ابن عدی و عمار یاسر و ابو موسی اشعری و همه اینا فرماندهان سپاه هستن، هاشم مرغال و دیگران بگیری تا زمان امویان و عباسیان. پس مردان اهل استدلال شما کجا بودن؟ پس مشخصه که شما با قهر و غلبه آمدید. دومین نشانه کتاب هایی که خود شما به یادگار گذاشتید. در تاریخ اسلام کتاب ها زیادی وجود داره در مورد فتوحات، از جمله این کتب الفتوح ابن عصم کوفی است، فتوح البلدان بلاذوری است، فتوحات مختلف حالا شام گرفته، یمن گرفته، جای دیگه از محمد ابن عمر واقدی است. برنامه توسعه‌ای نمی‌بینیم، حمله بوده، جنگ‌های متعدد بوده، گرفتن مردم و زنان و کودکان بوده و غنیمت گرفتن اموال بوده. بنابراین ما با این تهاجمات آشناییم. در آن طرف داستان هم وجود داره، یعنی نظام هایی که یک قبیله‌ای بر اساس قدرت در پیوند با برخی قبایل دیگر قدرت رو کسب میکنه، چون مشروعیت دینی اسلامی نداره، در قالب سلاطین و پادشاهان خودش نشون میده، از محمود غزنوی شروع میشه، همینطور میاد جلوتر. در زمان صفویه شما نگاه بکنید، شاه اسماعیل 13 ساله
به کمک جمعی قزلباش با توایف مختلف مملکت رو میگیره. کشتار رو از همون تبریز آغاز میکنه تا میرسه به ازبکان و گروه های دیگه. زمانی که ضعف به دستگاه راه پیدا میکنه، افغان ها محمود و اشرف قدرت رو به دست میگیره. زمانی که نادرشاه میاد، او هم با شمشیره، کریم خان زند با شمشیر، آقا محمد خان با شمشیر. وقتی وارد دوران مدرن میشیم، دیگه شمشیر عملا کاراییش کم میشه، از طریق راه های مدرن وارد میشه. انتخابات به نفع ما بشه، انقلاب بکنیم، گروه های دیگر رو تصویه کنیم. قدرت گرفتن روحانیت در ایران بخشیش تصویه گروه ها بود، اون هم یک نوع جنگ در حال مدرنشه. روحانیت قبیله نداره که بیاد و شروع کنه جنگیدن، اما به واسطه قدرتی که داره، مردمی رو که پیرامون خودش جمع کرده، در نزاع با بقیه گروه هایی که میخوان کسب قدرت بکنن در مقام ریاست جمهوری یا نخست وزیری، سعی میکنه اونها رو حذف کنه. بنابراین همه این سوابق نشان داده که گروه های مختلف با زور بر مردم حکومت کرد. ژان بودن، یکی از این نظری پردازان قرن 16 فرانسوی است، کتاب جالبی داره 6 رساله در باب حکومت سیاسی. او به مسئله غارت و تصرف هم اشاره میکنه. نزدیک به 200 سال قبل از، حالا بگیم 100 اندی سال قبل از تاماس پین. 200 سال قبل از تاماس پین. یه سری استبداد، خب اینجا یه توضیحی بدیم، یعنی دیسپوتس که معادل تقریبا با جبار یعنی تیرانی یا ابسولوتیسم به معنای حکومت مطلقه، اینا در یونان تئوری پردازی شد در موردش. بیشتر عرض کردیم بسیاری از واژگان در فلسفه سیاسی یا برگرفته از یونانیانه یا رومیانه، خیلی محدود از جاهای دیگر گرفته شد، ایتالیا و جاهای دیگر رومه. آی ژان بودن معتقده که وقتی کسی به سرزمینی حمله میکنه، اونجا رو تصرف میکنه، یا حکومت رو در درون یک واحد سرزمینی از یک سلسله دیگه میگیره، اساس بر اساس غنیمته، یعنی ما آمدیم آنچی که دست شما بوده رو تصرف کردیم. در درون این سیستم یک نظامی ایجاد میشه به نام نظام بردگی. این بحث بردگی و استبداد رو پیشترها یونانیان شرحش داده بودن. یونانیان با توجه به اینکه الگوی هخامنشیان رو دیده بودن، به خصوص آتنی ها که دموکراسی محدودی داشتن، معتقد بودن آنچه که ما در ایران میبینیم اصلا یک حکومت معمولی نیست، یک حکومتی است که در اون یه پادشاهی وجود داره، خداست، اراده بکنه جان مردم رو میگیره، اراده بکنه مال مردم رو میگیره، اساسا قانون همون شخص پادشاهست، قانونی وجود نداره. بعدها در قرون وسطا و بعد از اون، اروپاییان هم همین الگو رو از عثمانی ها دیدن، یعنی امپراتوری عثمانی، جایی که مناسباتش خدایگانی و بردگی است یا خدایگانی و بندگی است. یعنی نظریه پردازان سیاسی در قرون وسطا به بعد، یعنی از رنسانس به بعد، وقتی به عثمانی نگاه میکردن، این نظام رو اصلا براشون قابل درک نبود، چون سیستم هایی که در اروپا بود یک مقداری تعادل ایجاد میکرد، حالا عرض خواهم کرد چگونه، اما اون مکانیزم در درون استبداد شرقی وجود نداشت. یه پادشاهی قدرت گرفته، سلسله جدیدی آورده و غالبا هم تمام نیروهای سلسله قبلی رو نابود میکنه. یعنی شما وقتی ساسانیان میان، دیگه چیزی از اشکانیان نمیبینید، این خاندان کجا رفتن، چه بودن. وقتی اسلام میاد، دیگه چیزی از ساسانیان نمیبینید، کجا هستن این. به مرور همینطور ادامه پیدا میکنه، صفویان نابود میشن، افشاریان از بین میرن، زندیان از بین میرن، به دلیل اینکه هر کدام از بازماندگان سلسله قبل یک خطری محسوب میشد برای رژیم مستقر. همه رو حذف میکنه. جمهوری اسلامی هم آمد همین طرز فکر رو داره، یعنی هر چه مظهر از گذشته است باید حذف بشه، حتی اگه یک معلمی بوده
عکس شاه رو مثلا در خانهش پیدا میکردن به جرم اینکه تو هم ساواکی هستی و فلان هستی باید حذف بشه. در واقع این بررسی همون نظام قبایلی و نوع مناسباتی است که در اون کسب قدرت زمانی امنیت برای حاکم ایجاد میکنه که تمام دودمان قبلی از بین بره و این ویژگی استبداد شرقی است، در حالی که در اروپا اینطوری نیست. در اروپا خاندانهایی بودن گاهی از قدرت کنار میرفتن و بعد از مدتی دوباره قدرت رو کسب میکردن، یا اگر از قدرت کنار میرفتن در کنار بقیه اشراف سعی میکردن زندگی بکنن. به همین دلیل که ما خاندانهای اشرافی چند صد ساله در اروپا داریم ولی در سطح شرق نداریم، چون همه نابود میشن با قدرت گرفتن یک سلسله، بقیه از بین میرن، مگر افرادی که حالا اهمیتی ندارن یا جان به در بردن مخفی شدن. شاه اسماعیل صفوی هم در دوران نوجوانی کودکی دائم در حال فرار بود، چون دشمنان پدرش اگر او رو میگرفتن او رو هم میکشت، یک کودک رو. لذا بحث بر سر اینه که در این فضا یونانیان سعی کردند یک بحث هایی رو مطرح بکنن که جامعه نمیتواند الزاماً مشروعیت خودش رو از زور کسب کنه. چرا؟ چون ما پیشتر عرض کردیم اونا معتقد بودن که جامعه با نوموس اداره میشه، یعنی قوانینی که برگرفته از انسان هاست، اختیار اونهاست، سنت اونهاست، فرهنگ اونهاست. یونانی ها یه فرهنگی دارن، سیسیلیا یه فرهنگی دارن، مصری ها یه فرهنگی دارن، بنابراین سعی میکنن با استفاده از اون نوموس قوانین خودشون رو ثبت و ضبط کنن، بنویسن. از دل این اندیشه یونانیان به اینجا رسیدن که خب ما وقتی میتوانیم قوانین و ساختارها رو بنویسیم، پس حکومت ها هم مال مان، یعنی حکومت ها رو هم ما با اختیار انتخاب کردیم نه با زور. یعنی مشروعیت برخلاف آنچه که در ایران وجود داره که با شمشیره و در اغلب نقاط دنیا هم همین بود، ولی در یونان در به خصوص آتن بر اساس اون انتخابات بود. البته عرض کردم گاهی در یونان هم اشراف پیروز می شدن، یک نظام اولیگارش می آورد، گاهی یک شخص پیروز می شد، نظام تیرانی یا جباری رو می آورد. یعنی مناقشه بود، اما برایندشان این بود که آقا اینها بر اساس قرارداد نیست، یا آقای اومده قدرت داره حالا با خاندان خودش یا با ائتلاف با قوانین توانسته قدرت به دست بیاره، و ما اینها رو میبینیم در کتیبه‌های داریوش هخامنشی هم میبینیم که با خاندان‌های دیگه متحد میشه، گروه‌های دیگر رو سرکوب می‌کنه، با اینکه از نوادگان مستقیم کوروش نیست، از شاخه دیگری است، و این توایف وجود دارن. یونانیان به این نتیجه رسیدن که خب یک بحثی باید برای حکومت باشه که مبتنی بر زور نباشه، بلکه این بحث همان قرارداد اجتماعی است. هرچند آن زمان این بحث ها هنوز پخته نشده بود. میخوام برگردم به یک مسئله بسیار مهم برای فهم مشروعیت ها. حالا مبانی این قرارداد اجتماعی چیه که بعداً در زمان روسو خیلی بارور شد؟ مبناش اینه که انسان هست که اجتماع رو تشکیل میده، حکومت رو تشکیل میده. در میان حیوانات حکومت ندارید. انسان ها به یک عقل و فهم و شعوری رسیدن، یه اراده‌ای دارن، یه اختیاری دارن، احساس میکنن که یک نفر باید نظام اجتماعی رو هدایت بکنه، بنابراین حکومت تشکیل میدن، حاکم تعیین میکنن، و این برآمده از اندیشه انسان است. دومین مبنای قرارداد اجتماعی این بود که انسان‌ها با توافق همین کار رو می‌کنن، نه با زور. یعنی اگر کسی آمد و با شمشیر خودش گفت باید تن به مشروعیت یا قدرت من بدید، این دیگه حاصل قرارداد اجتماعی نیست، بلکه حاصل حضور کسی هم دیگه کاری نمی‌تونه بکنه، خب چون قدرت داره و دیگه نیازی هم نداره با ما قرارداد ببنده. آقا من تعهداتی دارم، شما مسئولیت هایی دارید، شما هم تعهداتی دارید و من مسئولیت. میگه نه خیلی، من زورم بیشتره، قانون رو من تعیین میکنم، شرایط رو من تعیین میکنم، من حق دارم، شما تکلیف دارید. پس مبنای بحث در مورد قرارداد اجتماعی این هست. چرا اصلا قرارداد اجتماعی اهمیت پیدا کرد؟ چون ما
یک مؤلفه هم بعدها اضافه شد به نام وضع طبیعی. وضع طبیعی یعنی وضعی که انسان‌ها در دوران پیش از اجتماع و حکومت دارن. به اون میگیم وضع طبیعی و بعد آرام آرام وارد قرارداد اجتماعی میشه که به خصوص این وضع طبیعی رو هابز خیلی علنا نشان میده در کتاب لیویاتان که اگر وضع طبیعی باشه انسان گرگ انسانه، هم دیگر رو میدرن، نیاز به یک حکومت مطلقه است که بتونه اونها رو هدایت بکنه. برخی افراد دیگر هم تقریبا از همین نظر پیروی کردن، مثل اسپینوزا. او هم معتقد بود که حکومت مطلقه حکومت بدی نیست چون امنیت رو به همراه داره. ولی در همون زمان هم افرادی بودن که اساسا این نظر رو زیر سوال می بردن که چهره شاخص شما هوگو گروسیوس است. گروسیوس معتقد بود نه، فرد قبل از جامعه وجود داشته، جامعه و حکومت به خصوص ماحصل یک رشد انسانی است که انسان‌ها یاد می‌گیرن که در کنار هم که زندگی کنن، حالا یک حکومتی هم تشکیل بدن برای اینکه رفع نیاز بشه، امنیت اونها برقرار بشه، معاهداتی بین همدیگه ببندن، صلح و آرامش و صفا برقرار بشه، با همدیگه مشارکت بکنن. ما این وضعیت در قرون وسطا از دو شاخه در حال پیگیری بودیم. یک بخشی افرادی مثل مارسیلیوس پادوایی که خب یک چهره شاخصی است در عصر رنسانس که در ایتالیا بود، یا بارتولون ساسو، اینها کسانی بودن که سعی میکردن قرارداد اجتماعی رو موجه بکنن که پادشاه ملزم هست قرارداد اجتماعی رو رعایت. به خصوص آقای ساسو، بارتولومو ساسو یا بارتولوس ساسو اصلا علنا اشاره میکنه که پادشاه موظفه که قوانین دولت شهر رو رعایت بکنه. اما در شاخه دیگری مسئله حکومت مطلقه ادامه پیدا کرد و اون مسیحیت، یعنی یک بخش که در درون نظام‌های امپراتوری بود که برخی از اندیشمندان عرض کردیم اون رو پیروی می‌کردن، حالا مسیحیت هم آمد در کنار اون قرار گرفت. شما رساله پولس رو مثلا بخوانی دقیقاً اشاره می‌کنه که شاهان نمایندگان خدا هستند و این شمشیری که شاهان دارن برای کیفر متخلفینه که خداوند این رو به اونها داده که اون رو اجرا بکنن. حتی عیسی زمانی که محاکمه میشه توسط پیلاتوس بر روی اون صلیب هست، میگه که این قدرتی که تو داری حاصل اون اعطای خداوندی است، وگرنه تو این قدرت رو نداشتی. یعنی من تن میدم به شمشیر تو، به صلیب تو، به دار تو، چون این قدرت خدا به تو داده. ما در درون اسلام هم همین رو داریم. یعنی آیه 26 آل عمران به صراحت اشاره میکنه حکومت از آن خداست، هر کسی بخواد میده، از هر کسی هم که بخواد باز میستن. بنابراین در درون این تفکر مسیحی هم حکومت یک نوع جنبه تقدس و الهیاتی پیدا کرد، چیزی که در یونان نبود، در روم به اون معنا نبود. بنابراین دو گروه در برابر هم قرار گرفتن، کسانی که معتقد بودند حکومت مقید است به قرارداد اجتماعی و کسانی که معتقد بودند نخیر، حکومت مقید نیست، مردم هستند که باید تابع پادشاهان باشند، حتی اگر این پادشاهان آدم های خیلی بدی باشند. اما وقایعی رخ داد که دست افرادی که به قرارداد اجتماعی باور داشتند قدرتمند شد. یکی از اونها قیامی بود که در انگلستان رخ داد و ماحصل اون یک منشوری بود که بعداً با نام مگنا کارتا یا منشوری کبیر در قرن 13 به ثبت رسید، جایی که پادشاه انگلستان مجبور شد تن بده به خواست بارونها، اشراف. اون اشراف هم برای خودشون یه حق ضمانتی قائل شدن و پادشاه رو محدود کردن به اینکه تو باید طبق این منشور عمل بکنی و ما هم یک تعدادی رو مشخص میکنیم برای اینکه به اعمال تو نظر بکنه، نگاه بکنه، اگه خلاف کردی بتونیم تو رو عزل بکنیم، محدودت بکنیم، مجازاتت بکنیم. این در ذهن مردم ماند که بله، میشود در برابر یک ادعای خدایی ایستاد و پادشاه رو مقید کرد. دومین عاملی که در اروپا تأثیر گذار بود که
مدافعان قرارداد اجتماعی دست بالا رو پیدا بکنن. حالا این بحث حاشیه ای است ولی طولانی شد، ولی به نظرم ضروری است که ما این بحث رو بدونیم در مسئله فلسفه سیاسی، بدونیم این ریشه هاش از کجا میاد. دومین دیدگاه نظم فئودالی بود، جایی که یک زمیندار با یک واسال خودش، یک حالا مباشر خودش، با رعیت خودش به شکل برده نمیتونست رفتار بکنه، چون اونا این آزادی رو داشتن که برن جای دیگه ای کار بکنن. بنابراین یک زمیندار مجبور، یک فئودال مجبور بود با این واسالها و زیر مجموعه های خودش مکاتبه بکنه، قرارداد ببنده، مصلحت اونها رو هم رعایت بکنه. یکی از ویژگی هایی که تفاوت قائل بین حالا برخی از اندیشمندان که معتقدن استبداد در غرب با شرق متفاوته، یکیش برمیگرده به همین نظام ها، یعنی جایی که پادشاه موانعی نداره برای که قدرت مطلقه خودش رو اعمال کنه. شما در ایران باستان، در ایران قبل از دوران مدرن، شما طبقات زمیندار نداری، اشراف نداری، اگر هم اشراف هستن اونا هم وابستگان به شخص پادشاه، شخص حاکم، طبقات مستقل نداری. بعدها روحانیت ایجاد میشه و اتفاقا از این خلا قدرت میگیره، چون خودش رو امین مردم نشان میده. اما در جهان غرب کشیشان که بودن هیچ، یک گروهی بودن به عنوان زمینداران و اشراف. اینا برای خودشون خب سرمایه داشتن، وابسته به دولت نبودن، وابسته به حکومت نبودن، پول داشتن، میتونستن افراد مختلفی رو استخدام کنن، نیروهای نظامی استخدام کنن که در مواقع لزوم مثلا به حاکم کمک میکردن، جنگاورانی رو به حاکم میدادن، در قبالش هم از حکومت مشروعیت میگرفتن، القاب و عناوین و زمینهای بیشتری. و خب ما اینها رو در ایران نداشتیم، برای همین حکومتهای ما مطلقه بودن. اما در غرب این موانع وجود داشت، یعنی پادشاه محدود میشد، نمیتونست تا مطلق العنان هر کاری دلش میخواد انجام بده. ما عرض کردیم در قرن 13 هم، یعنی 1200 و حالا اگه اشتباه نکنم 1415، منشور مگناکارتا نوشته میشه، یعنی نزدیک به 800 سال قبل. این نشان از قدرت اشراف و بارونها در اون سرزمین داره. خب این نظم فئودالی باعث میشد که مردم یاد بگیرن که این آقا ارباب ما نیست. من یه نکته هم بگم، دسپوت در واقع که ما این دسپوتیسم رو میاریم به نام استبداد، در یونانی به معنی پدره، یعنی دسپوت به معنای پدره. اما به اربابی هم که بردگان رو نگه میداره و رعیت داره، به او هم دسپوت میگن، دسپوتس، یعنی نوعی نظام ارباب بردگی که اون شخص، یعنی شخص برده، هیچی از خودش نداره، همه چیز مال ارباب. این نظام بردگی نظام مستقیم بود. ارسطو این مسئله رو در کتاب‌های خودش آورده که اون نظام بردگی اجتماعی یک نظام مستقیم، در بعد سیاسی مستقیم نیست، اما به شکل غیر مستقیمش بردگی وجود داره. یعنی حاکم هر وقت دلش بخواد میتونه زمین تو رو بگیره، تازه اگه زمینی وجود داشته باشه، هر وقت دلش بخواد میتونه جان تو رو بگیره. یه مستبد مهم نیست براش که اینا رعیت هن، اینا کی هن، نابود میکنه. اموال نخست وزیران و صدر اعظم ها و نظامیان بزرگ خودش رو هم اگر بر علیه او باشن یا با او مخالف باشن از بین میبره. و ارسطو معتقده که در چنین سبکی اصلا همدلی وجود نداره، مشارکت وجود نداره. مگه بین برده و ارباب همدلی وجود داره؟ میگه نه. مشارکت وجود داره؟ نه. بنابراین در نظام های استبدادی اصلا بین پادشاه و مردم نسبت همدلی وجود نداره، مشارکت وجود نداره، نسبت مالکیت. حالا یکی از مال خودش میخواد استفاده کنه که این مال جان مردمه، مال مردمه، این کارو میکنه. شبه همین مسئله رو شما در خان و خانبازی های گذشته میتونید ببینید.
خانی که مال رعیت رو میتونست بگیره، حتی دختر زیبایی هم اگه داشت میگیره برای خودش. و از این مناسبات تا حدود زیادی اون زمان وجود داشت. اینا میراث‌های اون نظام‌های فکری هستن که از طریق فرهنگ به ما رسید که این ارباب ماست. اگه از دخترم خوشش اومد با تقدیم کن، اگه پسرم رو برای بیگاری میخواد با تقدیم کن، اگه برنج ما رو امروز پسندید با تقدیم کنیم، زمین ما، کشت ما، کار ما. بنابراین مسئله بر سر اینه که در درون اون نظم فئودالی غرب قدرت چانه‌زنی ایجاد شد و این سبب شد که قرارداد با ارباب تبدیل بشه به قرارداد با حاکم سیاسی. یعنی بیاندیشن که خب حالا ما با ارباب هم میتونیم قرارداد ببندیم، پس این قدرت هم داریم که از حاکم هم بخوایم با ما قرارداد بدیم. سومین عاملی که تاثیرگذار بود که دست بالا رو اندیشمندان حوزه قرارداد اجتماعی بگیرن خود کلیسا بود، یعنی پیوریتن هایی که مخالف کلیسای کاتولیک بودن به انگلستان رفته بودن و اینها نظم خاص خودشون رو در کلیسا میخواستن. حالا بحث مفصلی است، ولی اونها سعی میکردن نظام کلیسایی رو بر اساس توافق خودشون تنظیم کنن نه کتاب مقدس. یعنی احساس میکردن که این نظم کلیسایی از جای تعریف نشده، ماها هستیم که باید بنشینیم و بهترین جمع رو از مسیحیان تشکیل بدیم. اینها کمک کرد تا آرام آرام اندیشه های افراد دیگر قرارداد اجتماعی رو تثبیت بکنه، که چهره شاخص اونها ژان ژاک روسوس که در کتاب قرارداد اجتماعی به این مسئله میپردازه که انسان ها قبلا هیچ حکومتی نداشتن، درون حکومت ها جا نداشتن، وقتی تصمیم گرفتن جامعه رو شکل بدن حالا تصمیم گرفتن که قرارداد ببندن و یک نفر رو بر خودشون حاکم بکنن که شما طبق این قرارداد حاکم مایی. برایندش چه بود؟ برایندش این بود که مردم هستن که حاکم رو تعیین میکنن. یک، این مردم بر اساس نظر همگانی حاکم رو تعیین میکنن. دو، سوم این که این قرارداد باید به نفع مردم باشه، چون اونا میخوان کارگزار تعیین کنن، نمیخوان همه چیزشون رو بفروشن. یعنی بر اساس اون نظام مالکیت ارباب بر رعیت نیست، بلکه بر مبنای نمایندگی و کارگزاریه. و چهار این که هر وقت ما بخوایم میتونیم قرارداد جدید ببندیم، چون مبدأ و منشأ اراده برای این قرارداد ما انسان ها هستیم. اینها مستقر شد، اما مخالفینی هم داشت که اینجا به ما کمک میکنه برای فهم. یکی از مهمترین مخالفینش آقای دیوید هیومه که از فیلسوفان بسیار شاخص، کارهای سیاسی او کمه اما در حوزه دین و معرفت شناسی کارهای خیلی فاخری داره. یه رساله‌ای داره، رساله‌ای در باب منشأ قرارداد. دیوید هیوم نقدهایی وارد میکنه به این مسئله، اما نتیجهش با روسو یکیست، با توماس پین یکیست. اول اینکه او اشاره میکنه که اصلا مردم بدوی و ابتدایی و اولیه اینها که اصلا قرارداد نمیفهمن چیه. شما وقتی بگید مردم ابتدایی که تازه وارد جامعه میخوان بشن، مگه اینا میفهمن قرارداد چیه؟ نظام اجتماعی رو میفهمن؟ نه. پس مبتنی بر قرارداد نبوده. دوم این که این بحث قرارداد و فیلسوفان باب کردن، وگرنه ما اگر به دنیای عقب بریم، تاریخ رو ورق بزنیم، همینطور بریم عقب، اصلا بحث قرارداد نمیبینیم. کجا مردم مثلا شهری آمدن قرارداد بستن که شما پادشاه ما باش، شما پیامبر ما باش، شما امام ما باش. فرض میکنم آره، هیوم نمیگه امام یا پیامبر، من دارم عرض میکنم، یعنی میخوام شبیه سازی بکنیم که کجا مردم حجاز اومدن گفتن این مثلا محمد ابن عبدالله باشه پیامبره، حاکمه. قراردادی وجود نداره. او میاد و میگه من پیامبر، یکی دیگری میاد میگه من پادشاه با زور شمشیر و هر چیزی که تونست. سبب این ویژگی که دیوید هیوم نام میبره که اینجا بحث ماست اینه که میگه حکومت ها با زور تشکیل شدن، دقیقا همین بحثی که توماس پین مطرح کرد.
میگه اگر ما به عقب بریم اصلا بحث قرارداد منتفیه. این حکومت ها با زور آمدن، با قهر و غلبه اومد. و بعد ادامه میده که حالا چرا ما فکر میکنیم قرارداد نوشتن؟ میگه به خاطر اینکه مردم چاره دیگه ای نداشتن، زوری نبوده که بخوان در برابر اون استبداد بایستن، مگر اینکه یک شخص دیگری که قبیله ای داشته، جنگاوری داشته، میامده اون آقا رو کنار میذاشته. بنابراین این قرارداد نیست، این تن دادن به وضع موجوده. و بعد نکته ای که دیوید هیوم میگه اینه که مردم دیدن در قبال این نوع استبداد یه فوایدی هم در اون وجود داره. از اینجا ما در جلسه آینده و برنامه بعد پلی میزنیم به اندیشه آیه منکر اولسون که او هم دقیقا به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی تن دادن مردم به یک شرایط استبدادی به دلیل منافعی که برای مردم هم داشته و چاره دیگری برای گزینش نداشتن. این جمله رو داشته باشید که ما در نوبت بعد بهش بررسی خواهیم کرد داستان چیست. اما هیوم یه نکته دیگه هم میگه، میگه این مشروعیت از قرارداد نیست. مثلا 10 نفر نشسته باشیم قرارداد بنویسیم، از امروز یک شخصیت حقوقی به نام دولت ایجاد شده باشه، به نام سلسله الف ایجاد شده باشه، اینطوری نیست. این مشروع تدریجی حاصل شده. یعنی چی؟ یعنی سلیمانی زور داشته، با شمشیر خودش اومده اون سلسله رو کنار زده، چون زور داره الان مردم هیچ کدوم نمیتونه حرف بزنه. وقتی او آرام آرام بر جای خودش مستقر میشه، مردم هم میپذیرن که او رو تحمل بکنن، فرزندان او رو تحمل بکنن، ساختارهایی که او میسازه رو تحمل بکنن. و این مشروعیت تدریجی است، یعنی همون مشروعیت سنتی که مکس وبر نام میبره. دیوید هیوم در اینجا زاویه پیدا میکنه با اندیشه های ژان ژاک روسو که بر اساس قرارداد اجتماعی یک خیالی است که ما انجام میدیم. این قرارداد اجتماعی در برخی دولت شهرها ممکنه وجود داشته باشه مثل آتن، ولی در جای دیگه اینطوری نیست. در جای دیگه منشأ حکومت ها اصلا اولش قرارداد نبود، انسان های اولیه اصلا توانایی این رو نداشت. یک شخص قدرتی داشته در مناسبات اجتماعی، مثلا شکار، مثلا 10 نفر میرن شکار میکنن، یک نفر تیرانداز ماهریه، قبیله احساس میکنه که وجود این شخص در شکار میتونه دست اونها رو پر بکنه در زمان بازگشت، به همین دلیل به او افتخار میکنه، براش یک ارج و قربی قائله. و این تیرانداز ماهر به مرور زمان جایگاه بالاتری پیدا میکنه، تبدیل میشه به پهلوان. و بعد آرام آرام اگر شرایط مناسب باشه میشه حاکم. در بقیه نظام ها هم همین، بسته به شرایط محیطی انسانی که نسبت به اون کارکرد جامعه مفید بوده دست بالا رو داشته، کسی که میتوانسته امنیت مردم رو برقرار بکنه، قدرتی داشته، میتونسته مدعی حکومت هم باشه. مردم هم میپذیرفتن، گفتن خب اگه اون نباشه که ما بیچاره ایم، بنابراین تن میده. نیز اینجا دیوید هیوم صحبت از این میکنه که اینا تدریجی حاصل شده و اون قرارداد اجتماعی معنی نداره. اما در طیف دیگر داستان، یعنی همین مدافعان قرارداد اجتماعی، افرادی هم بودن. یکی از اینا فیلسوفیست های لئون بورژوا، ایشان اشاره میکنه که بله درسته، مقصود از قرارداد اجتماعی نیست که مثلا یه دی آدم اولیه بیان جمع شن یه قراردادی بنویسیم و حکومت تشکیل بشه. مقصود اینه که اینا از نظر اخلاقی میپذیرفتند وضع موجود رو، یعنی همین داستانی که من الان عرض کردم. یعنی کسی نیومد بگه که تو چون پهلوانی باش حاکم ما، به مرور زمان چون احساس کردیم برای شکار نیازمند او هستیم، به او احترام گذاشتیم که آقا شما با ما بیا شکار چون تیراندازیت خوبه، یا از حیوانات نمیترسی، یا کسانی که راه‌های خوبی بلد بودند برای حفاظت، ساختمون‌ها قلعه‌های خوبی می‌ساختن. شما در حجاز یکی از ویژگی‌هایی که عبدالمطلب رو برجسته کرد این بود که او در پیدا کردن چاه آب متبحر بود.
ممکنه این جنبه داستانی باشه، اما به ما کمک میکنه برای فهم، چون ما شرایط انطباقش رو با سرزمین های دیگه میتونیم ببینیم. یعنی کسانی که در یک محیط جغرافیایی خاص، در یک شرایط محیطی خاص ویژگی هایی دارن که نزد مردم خیلی مهمه. برای کسایی که کشاورزن، کسی که بتونه باران رو پیش بینی کنه، آب بند یا سد بسازه، دارای کشت خوبی باشه، به عنوان کت خدا میتونه انتخاب بشه، چون درایت داره، مردم احساس میکنن او ویژگی هایی داره که دیگران ندارن، پس او رئیس ما باشه. در جایی که شکارگری اهمیت داره، اون شکارگری که دست پر از میدان برمیگرده برجسته میشه، مردم به او تن میدن، طرحهای او رو میپذیرن، نوع مبارزه او رو میپذیرن. در جایی هم مثل حجاز که آب نباشه، کسی که چاه بتونه حفر کنه داره یک الوهیت میشه. مقصود این است که آنچه که ما امروز به عنوان استبداد میبینیم و آقای تاماس پین اشاره میکنه، حاصل یک زور قهر غلبه است. و در جهان مدرن آنچه که جای اون رو میگیره بحث قرارداد اجتماعی است، توافق و رضایت. بحثمون تا اینجا پایان پیدا میکنه. در نوبت بعد نگاهی خواهیم کرد به اندیشه آقای منسر اولسون که او هم اندیشه تاماس پین رو تایید میکنه، اما به سبک دیگری. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر در خدمت شما باشیم. پایدار و موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف